درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه 21 خرداد ما همراه ما باشید. پرویز کاردان، دوست و همکار، هنرمند ارزشمند سینما، تئاتر و تلویزیون ایران، بامداد امروز در سن 84 سالگی بر اثر ایست قلبی در لس آنجلس درگذشت. او خالق آثاری به یاد ماندنی و پرمخاطب در تاریخ سینما و تلویزیون ملی ایران است. آزادگی و حق طلبی کاردان در سالهای زندگی، در غربت و تبعید، در لابلای برنامه‌ها و نمایش‌هایی که تولید و کارگردانی کرد نمایان بود. ایشان پس از مدت زمانی طولانی فعالیت و زندگی در عرصه برنامه‌سازی تلویزیون، در نهایت در آرزوی دیدار خانه پدری خاموش شد. مدیریت و اعضای تلویزیون ایران فردا در گذشته پرویز کاردان را به خانواده ایشان و هموطنانی که داغدار ایشان هستند تسلیت می‌گویند. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در توییتی نسبت به مرگ ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی در زندان، واکنش نشان داده و گفت پدر 36 ساله دو فرزند به جرم ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی به ناحق زندانی شد و با بیرحمی از خدمات پزشکی محروم شد. به حقوق بشر باید احترام گذاشت. یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، در مصاحبه‌ای با کانال 12 تلویزیون اسرائیل گفت از سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی شناخت عمیقی دارد. او بدون اذعان مستقیم به هر گونه نقش موساد در انفجار اخیر تأسیسات نتنز گفت که در نتنز قبلا سانتریفیوژها می‌چرخیدند، اما ظاهرا دیگر نمی‌چرخند. کانال 12 اسرائیل همچنین گزارش داد فردی که مسئول انفجار نتنز بود، ستونهای مرمری که سانتریفیوژها روی آن قرار می گرفتند را در ساخت اولیه ساختمان نتنز خودش ارائه کرده بود و سازندگان خبر نداشتند که این ستونها حاوی مقادیر زیادی مواد منفجره است. کوهن با اشاره به عملیات موساد در سرقت حجم انبوهی از اسناد هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت 20 مأمور موساد در صحنه عملیات حضور داشتند که هیچ کدام اسرائیلی نبودند. او گفت همه این مأموران زنده هستند و برخی از آنها از ایران خارج شدند. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، رسما نشست رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه 7 را افتتاح کرد. گفته شده که تمرکز اصلی این نشست همه‌گیری کووید 19 خواهد بود. انتظار می‌رود رهبران به تحویل 1 میلیارد دوز واکسن به کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند متعهد شوند. همزمان با این نشست، فعالان محیط زیست در محل برگزاری دست به اعتراضاتی زدند.